همه اینها اون وقت باید رد بشن. به قول شاعری که گفت گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند. یعنی حالا این شاید مثال خوبی نیست، اما اگر ما بخواهیم با معیارهای امروزی ادیانی رو که در 1400 سال، 2000 سال، 3500 سال، هر وقت زمان گذشته آمده بخواهیم بسنجیم و شرایط زمانی رو در نظر نگیریم، البته میتونیم دوچار اختلافات فراوان بشیم. به همین دلیل دیانت بهایی معتقد به استمرار ادیان هست. یعنی معتقد هستش که دیانت نمیتواند یک دیانت ابدی باشد. حقیقتش، کنهش که اون جنبه اخلاقی هست البته استمرار پیدا میکنه، اما خب خیلی جهات دیگرش عوض میشه. حالا بعدا اگه خواستید بیشتر میتونیم مطلب رو شکافی بکنیم. دیانت بهایی معتقد به روح انسانی هست. معتقد هست که انسان دارای جنبه جسمانی و روحانی هست و حقیقت انسان رو اون جنبه روحانیش میداند. معتقد به عالم بعد هست، البته این عالم بعد رو عالم جسمانی نمیداند بلکه عالم روحانی میداند که هدف از خلقت انسان ترقی روح انسان هست و انسان بعد از این مرگ ظاهری از این عالم روحش ادامه پیدا میکنه و اون چیزیست که در ادیان گذشته به اون گفتند آخرت و عوالم اخروی. دارای احکام هست مثل نماز و روزه، دعا و مناجات فراوان در این دیانت هست و تمام این مطالبی رو که ما به عنوان یک مجموعه‌ای در تحت پوشش دیانت در نظر میگیریم میبینیم که در دیانت بهایی وجود داره. از این گذشته هم شما احکام و شریعت جداگونه دارین از اسلام، یعنی بله کاملا جداگانه هست. دکتر جان شباهت هایی هم دارن یا که متفاوتن؟ خب ببینید شباهت هایی داره با اسلام، ولی خب یه شباهت هایی هم داره با دیانت مسیحی، شباهت هایی هم داره با سایر ادیان. منتها چون از ایران برآمده و عده کثیری بسیاری از مؤمنین اولیه دیانت بابی و بهایی از ایران بودن، طبیعتا و دیانت اسلام نزدیکترین به این دیانت هست، میبینیم که خب یک شباهت هایی هم وجود داره، اما تفاوت های خیلی عمده و اساسی هم هست. اون مطالبی که جنبه های اخلاقی و ارزش های معنوی هست میبینیم که در دیانت بهایی آمده و تاکید بیشتر شده، اما یه مطالب دیگری که خب مقتضای زمان نیست میبینیم هست به حالا اینها رو نسخ کردن و از بین بردن. دیانت بهایی در واقع آرمان‌هایی رو داره برای زمان حاضر و در اون همطور که قبلا هم شما اشاره فرمودید بنده هم عرض کردم، در این دیانت کشیش و حاخام و موبد و عرض کنم ملا و آخوند و اینها وجود نداره و دیانت بهایی معتقد است که انسان احتیاجی به واسطه بین خود و خداوند نداره. به غیر از آمدن پیامبران دیگه احتیاجی نداره که یک فرد روحانی بیاد واسطه بشه بین انسان و خداوند و به انسان بگه که تو چی باید معتقد بشی، چی نباید معتقد بشی و شعائر مذهبی تو باید چطور انجام بدی. همونطور که عرض کردم الان زمانی هست که بشریت از نظر عقلی به کمالی رسیده، البته کمال نسبی، و بنابراین خودش قادر هست که حقیقت رو در موردش مطالبه کنه و پیدا بکنه. محور و در واقع یکی از محورهای اصلی اعتقادات دیانت بهایی اعتقاد به مقام والای انسانی هست و دیانت بهایی مقام والای انسانی و شایستگی فکری و روحی رو خیلی بهش اهمیت میده و در واقع معتقد هستش که هدف از ادیان این هست که این مقام انسانی و این جنبه روحانی انسان رو چیکار بکنن، ترقی بدن و همینطور جنبه عقلانی شو. انسان یک پدیده مادی نیست بلکه یک منشأ الهی و روحانی داره و بنابراین ما احتیاج به دعا داریم، احتیاج به مناجات داریم و همونطور که جنبه جسمانی ما و عقلانی ما باید ترقی بکنه، جنبه روحی ما هم احتیاج به ترقی داره. در این حال دیانت بهایی معتقد به لزوم تحقیق شخصی هست و معتقد نیست که ما دیانت رو باید کورکورانه بپذیریم و از آبا و اجداد خودمون به ارث ببریم. مثالش هم خیلی مشخص هست که بنده اگر فرض بفرمایید که در یک خانواده‌ای که معتقد به یک دیانت خاصی هست به دنیا آمدم، باید فکر کنم چطور میشد اگر من مثلا در هندوستان به دنیا میامدم، پدر مادرم هندو بودن، آیا کورکورانه اون دین رو قبول میکردم؟ خب این احتمال بودی؟ یا اگه فرض کنید در امریکای جنوبی به دنیا می اومدم مثلا به یکی از اعتقادات مذهبی اونجا معتقد بود. پس بنابراین ما در بهاییت ما بهایی زاده نداریم منصور. هر شخصی باید در یه سنی باید حقیقت رو باید پیدا کنه. در بله، اگرچه در کلاس های درس اخلاق بهایی اطفال بهایی تعلیم و تربیت پیدا میکنن، اما تعلیم و تربیتی که میبینن محبت همه ادیان رو در قلب اونها میگنجونه. یعنی بچهای بهایی وقتی که به درس اخلاق بهایی میرن، اینها البته این درس اخلاق بهایی امروز درهاش به سوی همه شهروندان
باز است و ما در خارج از فرض کن ایران و خیلی از کشورهای اسلامی در سخلاقامون رو میتونیم ارائه بدیم و ارائه میدیم برای همه و میبینیم که حتی مثلا در همین امریکا که ما زندگی میکنیم خیلی از کلاس‌های درس اخلاق باهائی کسانی که در شرکت میکنن خانواده‌هایی هستن که از خانواده‌های باهائی نیستن و اینا بچه‌هاشون رو میارن چون میگن که ما خیلی مفید میبینیم که بچه‌های ما این آموزش‌های اخلاقی رو پیدا بکنن، چون در اینها ما به اصطلاح اون چیزی که بهش میگوییم به انگلیسی میگیم کاتکیزم، اون مطالب احکام و اینها رو به بچه‌ها یاد نمیدیم در این درس اخلاق، بلکه تعالیم اخلاقی رو بیشتر باشون در پایه‌ای رو پایه‌ای و اساسی. این است که خیلی از این دوستان غیر عزیز غیر باهائی ما صلاح دیدن و خوب دیدن که بچه‌هاشون رو بیارن در اینها شرکت بکنن. بله، یه نصف فقط با عرض پوزش بینندگان گرامی، در دو برنامه با دکتر معین افنانی خواهیم بود همین شنبه که در خدمت شما هستیم تا دو بعد از ظهر، شنبه دیگر هم بر حال امروز صحبت‌های اساسی و پایه‌ای دین بهائیت را با هم صحبت می‌کنیم، ولی درش سوالات فراوان داره. به همین دلیل از دکتر معین افنانی خواهش می‌کنم که در 5-6 دقیقه این مطلبشون رو ببندن، ما 2-3 تا سوال‌های بسیار اساسی و مهم داریم به سراغ اون بریم و بعد از اونم که با شما خواهیم بود. شنبه دیگه هم در همین موقع با دکتر معین افنانی خواهیم بود. بله بفرمایید. خیلی ممنونم. بنده خیلی مختصر سریع عرض می‌کنم که رؤوس مطالب فقط بیان شده باشه. اولا شما دو تا خوشبختی دارین در دیانت بهائی که چشیش و خاخام و آخون نداریم، واقعا این دست سودجویی و به اصطلاح اینجور چیزه را برداشته شده. ولی یه سوال بر ما میموند، مردم مشکلات مذهبیشون رو کجا مراجعه میکنن؟ بس چه کار میکنن؟ ببینید، نبودن یک مقام روحانی به این مفهوم ایجاد یک خلأ روحانی نیست. به جای اینکه افراد به یک فرد برند و یه فرد یه نظریه بده، بعد مثلا یه فرد یه نظریه دیگه بده، بعد یه عده‌ای طرفدار این نظریه باشن و این فرد رو رهبر روحانی خودشون بدونن، یه عده‌ای هم یه فرد دیگه رو رهبر روحانی خودشون بدونن و این باعث ایجاد شعبات مختلف در ادیان گذشته شده. دیانت بهایی یک سیستمی به وجود آورده، یک تشکیلات بهایی داره که این تشکیلات جنبه انتخابی داره و طبق اون تعالیمی که خیلی مفصل در آثار بهای در آثار خود هست بهاولا و فرزندشون هست عبدالبها بیان شده، این مطالب این راهنمای روحانی رو برای افراد چیکار میکنه به وجود میاره. الان یعنی مردم احساس خلأ نمیکنن؟ نه ابدا ابدا، به این نحو نیست. خب بفرمایید. سپاسگزارم. یه مطلب دیگری که خیلی برای بهایان مهم هست و در آثار دیانت بهایی مورد تاکید قرار گرفته، اهمیت خرد و اندیشه هست. بسیار جالب. و دیانت بهایی معتقد هستش که دیانت یک توافق و هماهنگی ذاتی، اصل البته دیانت نه اوهام و خرافات، یک توافق و هماهنگی ذاتی داره با عقل و اندیشه و اگر که دیانت و عقل و اندیشه با هم تفاهم نداشته باشن، طبیعتاً اون چه که ما بهش معتقد خواهیم شد مخالف عقل و اندیشه خواهد بود و اون یا اوهام هست یا جهل هست. در این حال دیانت بهائی معتقد هستش که این تفاهم باید حفظ بشه، زیرا در فقدان ارزش‌های اخلاقی و معنوی که زائده ادیان هستن، علم میتونه در راه بدبختی بشر به کار برده بشه. یعنی علم به خودی خود ارزش‌ها رو تعیین نمی‌کنه، علم به ما میآموزه در مورد مسائل مختلف، ولی همین علم میتونه در راه جنگ، تسلیحات، از بین بردن بشریت و غیره به کار بره که دیدیم چطور این در انجام شده. بنابراین به این مسئله خیلی مهم دیانت بهائی اهمیت میده که یک توافق ذاتی و کلی باید، ولی به خرد تاکید شده، به خرد بی‌نهایت تاکید شده. برای همین دیانت بدون خرد تبدیل به اوهام میشه و عرض کنم که علم و اندیشه بدون اون مبانی معنوی و اخلاقی میتونه به راه‌های فساد کشیده بشه. بسیار خوب. که این نمونه‌هاش در جامعه خیلی خیلی زیاد هست. دیانت بهائی تاکید فراوان بر مبانی اخلاقی، عفت و عصمت و پاکی و از کنم امانت و درستکاری، خیلی از این ارزش‌های اخلاقی میکنه به تساوی کامل زن و مرد، چه در خانواده، اینم جالبه، و چه در اجتماع معتقد هست و معتقد هست که تعلیم و تربیت دختران دوشادوش پسران لازم هست و این یک جنبه اجباری داره برای پدر و مادرها که باید فرزندان خودشون رو حتما تعلیم و تربیت بدن، و معتقد هست که صلح در جهان به وجود نخواهد آمد و پایدار نخواهد بود اگر زنان به اون مقامی که براشون محقق شده و باید برسن، یعنی در شؤون اجتماعی، خانوادگی، اداری، سیاسی، اقتصادی و غیره،
برسن و تساوی کامل با